بوتي قرني بيستويع بول دانش وترف بمان شرافات وعصر شنيس وقت شترش وجدان وإيمان إي سخناني مردماي عقب قراص چي چيز؟ بول بول هما چيز كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى چي پيامي زيباي طغيان و سركشي تجاوز و بدبختي پايمالي وجدان و إيمان هما علت شمميست كي پول بالاي انسان حاكميت پيدا كند و انسان را از مسير اصيل منحرف بسازد. انحرافات باشكال و انواع مختلف است. بدترين انحراف انحراف وجداني است. انسان غير از خود دیگه کسی را نمیبیند. چشمهایش کور میشود. بله چشمهایش زیبا مقبول. چشمی که در قلب است فانها لا تعمل ابصار. چشم ظاهری کور نیست. ولكن تعمل قلوب التي في الصدور لكن دلك در حقيقت چشم چشم دل است قرآن میگه او چشم کور است با او چشم نمیبیند نسای نهایت عزیز بدون شک همگی من میدانیم که مشکل در کجاست همگی میدانیم و همگی هم تشخیص میکنیم ولی نسخه کجاست؟ نسخه کلش دکتر دیو مرض تشخیص وکی تشخیص خو آسان دی فکر کن چی معالجه دیر مشکل ده یو خود دکتر مسئولیت دی چی سمه نسخه ولا ورکی مریض او بل ده مریض مشکلات او مسئولیت چی کوب نسخه چی دکتر مریض تا ورکی ده دکتر ده هدایات و مطابق هغه به عملی کی او قران ممكن نسخه را کرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن د نجات نسخه را کرده لكن متاسفا یو دا چې تیار نه یو په دغه بدبختی کې مونږه رواني او نه غواړو چې د دې بدبختی نه ځان خلاص کو من جاسوستای عزیز کې نسخه د دین مان است د شریعت مان است بین زمین لحظه شروع میکنیم توکل به خدا از همین لحظه تا اینکه خدا نخواسته به جایی نرسیم که دیگر توبه قبول نشه چرا در حالت غرغره دیگر قبول نه غرغره به معنای از اینکه وقتی که جان انسان در حلقومش آمد روح وقتی که در حلقوم می آید در اونجا با اگر صد بار میگه اینی تبت الان قرآن میگه وللذین یموتون و هم کفار اینی تبت الان حالا ما توبه میکن اگر همچنین توبه قبول میشد توبه فرعون قبول میشد وقتی در حالت غرق قرار گرفت حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل ایمان آوردن به او خدایی که بنی اسرائیل به او ایمان آورده است قرآن خداوند برش گفت الان حالا و قد عصیت قبل قبلا در سرکشی و بدبختی و طغیان غرق بودی و کنت من المفسدین از جمله فساد کننده در زمین بودی حالا وقت تر شده است پیش از این که خدا نخواسته همچنین لحظاتی بیاید بین به پروردگار رجوع میکن دوستای عزیز تا وقتی که به خداوند رجوع نکنیم مشکل حل نمیشه خرد و کلان پیر و جوان حاکم و رعیت وقتی به خدا رجوع کردیم همه مشکلات حل است در غیر از او تمام جهان آمد برو من تجربه شد با آنچه که در دسترس و توانشان بود حرکت کردن نتوانستن که هیچ کجی ما را راست بسازن بلکه بیشتر کج شدیم بیشتر منحرف شدیم بیشتر همه عظمت و جایگاه و همه چیزی خود از دست دادیم و بدتر شده می رویم الا در صورتی که ما به دروازه خداوند بر بگردیم تجدید نظر بکن در معاملات خود در تجارت خود در اجاره خود دیگر چیزها وقتی که اجاره گفتیم دوستا یک مشکل دیگه که امروز دامنگیری ملت ماست این برمیگردد به فسادی که امروز تمام جوانی به کشور و ملت ما فرو برده است یک مشکلات کرایه مسکن و یا خانه